به نام خدا، به لکچر هشتم فارماکولوژی از سمستر نهم خوش آمدین. بحث امروز ما و شما بحث مواد انتیسیپتیک و دیزنفکتانت و استفاده از اونا و همراه با عوارض از اونا می باشه. خب کلمات انتیسیپتیک، دیزنفکتانت و جرمیسید اینا اصطلاحاتی هستند که در لیتراتورا و کتابای مرجع طبی معمولا به شکل مترادف به جای همدیگه استفاده میشن، اما تفاوت های اینا با همدیگه دارن که ما در تعریف به شما میگم انشالله واضح میشه. دیزنفکتانت ها به مواد کیمیایی گفته میشه که باعث یا مرگ یا باعث حداقل توقف نشونمای میکروارگانیسم ها میشه، و هم میکروارگانیسم هایی که به حالت زنده نباتی یا ویجیتاتیو قرار دارن، میکروب های بدون اسپور، شکل اسپور رو نمیگه. اکثر وقتا دیزنفکتانت ها به روی سامان و لوازم و سطوح استفاده میکنه و خیلی کم به روی جلد، فقط برای ضد عفونی کردن قبل از جراحی استفاده میشه. دیزنفکتانت ها چون مخرشن بالای نسج زنده، به خصوص انساج زنده زخمی استفاده نمیشن. انتیسیپتیک ها باز نوع دیزنفکتانته که این تعریف داره، فقط اینا میتونن به روی انساج زنده وارد شن بدون از اینکه به انساج اثرات بد داشته باشه. یک انتیسیپتیک یا دیزنفکتانت خوب اثرات از او و خواص ضد میکروبی از او بیشتر مربوط به غلظتنه، بیشتر به درجه حرارت ارتباط میگیره و به مدت زمان تماس. این فاکتور در تأثیر ضد میکروبی یک انتیسیپتیک خیلی مؤثر هم. غلظت، درجه حرارت و مدت تماس هم ماده با سطح مربوطه. خصوصیات عمده یک انتیسیپتیک خوب اینه که به غلظت های کم هم بتونه میکروب کش باشه، به غلظتی که تطبیق میشه به روی انساج یا سطوح و لوازمی که تطبیق شده مخرش و مخرب نباشه، سری اثراتی و شروعش ارزان قیمت باشه، خواص ثابت کیمیایی داشته باشه، زود تجزیه و تخریب نشه، بدون بو و رنگ باشه. چند تا که اصطلاح هم نگاه تعریف یاد بگیریم، مجموعه 6 تا اصطلاح. یکی انتیسپسیس، پروسه تطبیق ماده کیمیایی به یک نسج زنده به خاطر از بین بردن انتان میگم یا به خاطر وقایع از انتان میگم. دیزنفکشن، تطبیق این ماده کیمیایی به روی یک سطح غیر زنده میباشه. دیکونتامینیشن یا آلودگی زدایی، تخریب یا کم کردن محسوس و قابل لمس حس باکتریا و فعالیت را میگه. سانیتایزیشن یا سانیتیشن یا همو حفظ و صحه یا بهداشت، به معنی کم کردن محتوای میکروبی که در سطح غیر زنده باشه و نگاه مراجع بهداشت جنی قابل قبول باشه. پاستورایزیشن به معنای از بین بردن میکروب های بدون اسپور یا توسط آب داغ یا بخار 65 تا 100 درجه سانتیگراد که گرمه. و استرلایزیشن یا تعقیم به معنای از بین بردن تمام اشکال میکروبی به شمول اسپوری، طوری که چانس زنده موندن و بقا کم باشه. این تعریف ها به جدول هم خلاصه شده: انتیسپسیس، دیکونتامینیشن، دیزنفکشن، سانیتایزیشن، استرلایزیشن و پاستورایزیشن که شما تعریف شد. انتیسپتیک ها ما در دو بخش مطالعه میکنیم، یکی انتیسپتیک های موضعی که بر روی سطح زنده و یا غیر زنده تطبیق میشن، یکی انتیسپتیک های طرق بولی که مخصوص برای سطوح زنده و تطبیق به قسمت های سفلی طرق بولی میباشه. خب انتیسپتیک های موضوعی رو اول بحث میکنیم. خود شما اولین گروپ انتیسپتیک هایی که میخونیم گروپ الدیهاید های هم شامل فرمالدیهاید و گلوتارالدیهاید. این دو تا از انتیسپتیک های خیلی خوب و مفیدن، چنانچه فرمالدیهاید به غلظت 1 تا 10% به مدت الی 6 ساعت میتونه میکروارگانیسم ها و اسپورهای نار از بین ببره، اما برای انساج ماده مخرشی و قابل استفاده نیه. باز گلوتارالدیهاید هم به این ترتیب در 15 تا 20 دقیقه میکروبه و در 10 ساعت اسپور نار تخریب میکنه و به عنوان یک محلول قلبی آبکی 2% برای ضد عفونی کردن لوازم طبی استفاده میشه. آیودین و مشتقات آیودین محلول 1/20,000 از او با میکانیزمی که دقیق معلوم نشده، باکتریا در 1 دقیقه و اسپور در 15 دقیقه تخریب میکنه.
تیشیو توکسیسیتی یا سمیت نسجی از این ماده کم و اندکه و آیودین خالص خود استفاده نمیشه، اکثرا آیودین ترکیب میشه یا محلول آیودینه. از ترکیب آیودین خود پولیوینای پارولیدون ماده به دست میه به نام آیودوفور که یکی از آیودوفورها همین پویدون آیودینیه که خیلی هم مشهوره. شما الان تصویری را میبینیم سلوشن پویدون آیودینی که میکروب کش یا میکروبیسیداله و این تاثیرات ضد باکتری، ضد مایکوباکتریوم توبرکولوز، ضد ویروس و ضد فنگس داره. محلولای مختلفی از او اکثرا 10% به بازار پیدا میشن. همچنین کلورین به شکل کلورین ریلیزینگ کمپاوند هم پیدا میشه و برای ضد عفونی کردن سوتو، لوازم طبی و آب هم استفاده میشه. حتی برای اپاتیت بی ویروس هم خوشبختانه این مشتقات همی پویدون که به شما گفتم موثره. وایتکس یا محلول سفید کننده یا بلیچ یا سودیم هایپوکلوریت هم معمولا به فیصدی 5% وجود داره. شما اینجا محلول بلیچ میبینیم، یکی از محلول های خیلی خوب برای ضد عفونی کردن سوتو در همین ایامی که ما برای وقایع از کرونا هم لازم داریم. این سودیم هایپوکلوریت که میشه به نسبت 1:10 رقیق شه، 10 چند رقیق ساخته شه، یعنی محلول 5% از او به 0.5% 10 چند دگم رقیق‌تر تبدیل شه، میتونه دزینفکتانت خیلی خوبی باشه و حتی ویروس کرونا هم از بین میبره. فقط نکته مهم اینه که کلورین در صورت موجودیت پروتین و خون و مواد عضوی اثرات خود خو از دست میده. به این خاطر لازمه که خود مواد و سوتو و لوازمی که ما این ضد عفونی کنیم قبل از تماس با کلورین شستشوشم و خونالود و آلوده نباشم. از طرف دیگه باید این محلول بلیچ اند ضرورت و در صورت لزوم تهیه‌شه، چون این محلول برگزار چند ساعت موثریتی و از بین میره، پس کم کم و در موقع نیاز ساخته بشه. سودیم کلوراید 0.9% یا همون سرم فیزیولوژیک هم هست که استفاده میشه برای تطهیر و پاک کردن زخم‌ها و قرارات، برای شستشوی از اونا استفاده میشه. خود به اصطلاح جنشن ویولت هم هست یا به نام کریستال ویولت هم یاد میشه، اسم آمیانه از دوای آبی یا دوای آبینه، دوایی که صرفاً به انتانات باکتریایی و فنگسی استفاده میشه، روزانه تا 3 بار برای 3 روز، ولی تقریباً 8 ساله که WHO او رو به خاطر اضرار از او حذف کرده. ماده انتیسیپتیک دیگه آب اکسیژنه یا هایدروژن پروکسایده که محلول H2O2 با فیصدی معین در آب میتونه وقتی که به تماس انساج بشه اکسیژن مولکولی آزاد بسازه. آزاد کردن اکسیژن مولکولی باعث تخریب و از بین رفتن میکروب های معین میشه و در شستن و ضد عفونی کردن زخمات و قره های متعفن این ماده پرکاربردیه. اثرات ضد میکروبی از کوتاه مدت چون به انساج نفوذ کرده نمیتونه. شما به این قسمت هایدروژن پروکساید دارم میبینیم که محلول از 500 میلی لیتر 3% در همین قسمت وجود داره. خب بحث دیگه بحث پوتاشیم پرمنگنات یا پتاس می باشه، به نام پتاس پرمنگنات یا پتاس ساده هم میگم، از جمله انتیسیپتیک های قدیمیه که از وقت وجود داشته. کریستال های بنفش رنگ داره. یکی از عوارض پوتاشیم پرمنگنات همینه که انساج و لباس ها و سطوحی که تطبیق میشه رنگه میکنه. محلول 1:10,000 از یه مدت 1 ساعت خیلی از میکروب ها از بین میبره در پانسمان های مرطوبی که سربسته نباشن. این دوا در پانسمان های سربسته یا اکولوسیف مزاد استدبابه. در پانسمان های مرطوب و سروا برای تداوی زخم های قیهی، قرحات تروپیکالی که در زخم های مثل سالونه ایجاد میشه، در پانسمان امپتگو که یک مریضی استافیلوکوکی جلدی میباشه و قیه تولید میشه از او استفاده میشه و کاربرد داره. پوتاشیم پرمنگنات یا پتاس. همچنین فلزات سنگین یا فلزات ثقیله مثل سیماب و مثل نقره هم مشتقات از اونو اثرات خوب انتیسیپتیک و دزینفکتانت تا خود خونشون دادم. چنانچه بایکلوراید سیماب هم میتونه استفاده شه، به جلد سالم هم میتونه استفاده شه. سیلور نایتریت قبلا در چشم اطفال
به شکل موجودی تطبیق میشد، حالا کم شده و نمیشه. سلور سولفات دیازینی که شما میبینیم پمادا از او وجود داره برای استفاده موضعی، کرما و پمادا 1% از این هم میتونه زخمای سوختگی رو وقایع کنه و هم در زخمای منتن پاها و زخمای بستر و اینا استفاده شه. بخصوص این در وقتی که زخم با انتان سودوموناس که یک انتان به اصطلاح خیلی تولید کننده گاز و خطرناکیه، وقتی که او انتان در زخم حضور داشته باشه این دوا ارزش کیفیش خیلی بالا میره. بحث دیگه بحث صابون های که صابون های معمولی حتی خیلی از اونها میتونم چرک و ترشحات تفلوزی جلد و بعضی از باکتری ها پاک کنم، اما دیگه تاثیرات ضد میکروبی خاصی به ذات خود صابون نداره. به این خاطر به صابون مواد ضد انفکتانت مثل فینول و هگزاکلروفین علاوه میشه و اثرات ضد میکروبی از اون تقویت میکنه، چنانچه فینول تغییرات پروتئینی در انساج میاره و هگزاکلروفین هم یک دوای باکتریستاتی که برو خیلی از گرام مثبت ها و مقدار کم گرام منفی ها موثره. این دو ماده اگر علاوه بشن بروی صابون میتونم اثرات ضد میکروبی از اون چندین برابر بالا ببرم و اصلا همین عمل فیزیکی شستن دست که ما با مانورهای مخصوص لای انگشت ها، کف دست، ناخن ها، شست ها و قسمت های مختلف دست خود با مانور شستن حرکت میدیم، همین عمل فیزیکی شستن هم در دیزنفکشن نقش بسیار مهم میداره. انتیسیپتیک مشهور دیگه کلورکزینول یا دیتول میباشه، شما تصویری میبینیم خیلی هم مشهوره، دواییه که خیلی خوب اثرات باکتریسیدال قوی داره و هم در طبابت و هم در خانواده ها و خانه ها برای ضد عفونی کردن لوازم و سامانالات استفاده میشه. اگر غلظت مناسب از تطبیق بشه حتی برو انساج مخرش نمی باشه، به مقابل استافیلوکوک ها موثره، منتها نه به اندازه استرپتوکوک ها، بیشتر استرپتوکوک ها از بین میبره. بالای هپاتیت بی متاسفانه موثر نمی باشه، معمولا از معلولات 5% آبی از او که 20 چند رقیق شده باشه، یعنی 20 مرتبه با آب مقطر یا با سیرام فیزیولوژی که معقم رقیق شده باشه استفاده میشه. فقط امکان داره تطبیق از او بروی جلد سبب الرژی بشه. و از طرف دیگه محلول 0.2% کلورهکسیدین هم وجود داره که برای حفظ صحه و هایجین دهن و دندان به عنوان دهنشویه استفاده میشه. خب ما انتیسیپتیکار حداقل مگر از دو نظر دگم تقسیم بندی کنیم، یکی انتیسیپتیک هایی که میتونم هپاتیت بی یا اچ بی وی را از بین ببرم و اونایی که میتونم اچ آی وی یا هیومن ایمونو دیفیشنسی وایرس یا ویروس نقص معافیتی انسان از بین ببرم. ویروس هپاتیت بی یا اچ بی وی هم میتونه با جوش دادن در 20 دقیقه از بین بره و یا توسط یکی از این مواد زهر میتونه این ویروس از بین بره، از جمله الدیهایت ها، هر دو تا، هم فرمالدهید هم کلوراید و هم بخشیم هم فرمالدهید و هم گلوتارالدهید و سدیم هایپوکلورید یا محلول بلیچ که خدمت شما عرض کردم. انتیسیپتیک هایی که باز اچ آی وی را از بین میبرم شامل باز هم گلوتارالدهید، آیودوفور یا مشتقات به اصطلاح آبی آیودین که امرا با ماده مخصوص یک جا میشد و مرکبات به اصطلاح پویدون آیدین رو جور میکرد، سودیم هایپوکلورید بازم از بین برنده اچ آی وی هم هست و ایزوپروپایل الکل، اینا میتونم انتیسپتیک های باشم که باعث از بین بردن اچ آی وی هم میشن. خب به این جدول هم تقسیم بندی کرده فعالیت دیزنفکتانت ها برو باکتری ها، باکتری گرام مثبت، گرام منفی و باکتری اسید فست مثل تبرکلوز، برو اسپور ها، برو انواع مختلف ویروس ها، برو دیگه موجودات زنده. به طور عمده شما اگه نگاه کنیم محلول کلورین 0.5% برو تمام انواع باکتری و ویروس و عامل تبرکلوز موثره و همچنین گلوتارالدهید 2%، کلورین 0.5% و گلوتارالدهید 2% دواهایی هم که ردخور ندارن و برو تمام مواد مریضیزا و موجودات مریضیزا موثره. مخفف S یعنی سنسیتیو یا موثر، R یعنی مقاوم یعنی جواب نمیده به او،
اچ اس یعنی هایلی سنسیتیو خیلی موثر و وی یعنی وریبل یا متغیر نقطه نقطه یعنی شناسایی نشده. به طور مثال الکل نوع ایزوپروپایل به ضد گرام مثبت ها خیلی خوب موثر، های سنسیتیو، گرام منفی هم همچنین به ضد اسید فسفات تو اندازه حساسه، اسپور ها اصلا نمیتونه به این بوره، مقاومه و به مقابل مرکبات دیگه به متناسب. یا مثلا سدیم هایپوکلوریت یا معلول بلیچ که هست هایلی سنسیتیو به مقابل اسید فست به طور متوسط حساسه، به مقابل به اصطلاح ویروس HIV هم میتونه حساس باشه به غلظت های بلند. شما به اجازه میتونید مراجعه کنید و ببینید که اکثر آنتیسپتیکا بروی موجودات مختلف از قبیل آمیب و کیست و فنگس و ویروس و باکتری و مایکوباکتری چی تاثیرات میتونن داشته باشن. آنتیسپتیکای طرق بولی یک قسمت عمده از اونا تکراریه، من خدمت شما عرض میکنم اینا دواهایی هستند که برای دزنفکشن طرق سفلی بولی از آنتان استفاده میشن، از جمله از اون نتروفورانتوین که یک دوای باکتریسیده برو باکتری گرام مثبت و گرام منفی و همچنین دوای خیلی پرکاربردیه. متاسفانه سودوموناس آیروجنازا و خیلی از پروتیوز ها در برابر نیتروفرانتون مقاومت میکنن و پاسخ نمیدن. این دوا اومن فکر میشه که در باکتری حساس به ماده فعال تبدیل میشه و به دی ان ای از اون آسیب میزنه، در انتانات برگشت کننده سیستم بولی سفلی یا لوور یورین ترک استفاده میشه و دوای مناسبیه. ناریدیکزیک اسید اولین دوایی بود اگر شما باشه از خانواده کینونون ها که به مقدار 900 میلی گرم هر 6 ساعت در برای تداوی یوتی ها استفاده می شد. میکانیزم تأثیر از این نهی همون انزایم دی این ای جی راز می باشه و یک دواییه که بعد از این که فلوردار شد و به دوایی مثل سپروفلوکساسین و افلوکساسین تبدیل شد کار کرده از او و طیف دوایی ضد باکتری از او افزایش پیدا کرد. خب و دوای دیگه آنتیسپتیک دیگه طرق سفلی بولی دوا ماده به نام میتینامین که میتینامین چون دوایی که در تداوی ارزش کمی داره استفاده از محدود شده به جای از آنتیبیوتیک های مؤثر گرفته، اونم به شکل نمک ماندلیک اسید وجود داره و بدون تغییر از طریق ادرار اطراح میشه. در پی اچ پایین به خصوص پی اچ 5.5 و کمتر از 5.5 باشه یعنی در محیط اسیدی ای میتینامین فرمالدهید تولید میکنه و در این پی اچ خیلی خوب روی انتانات و برای بسیار از میکروب ها سمیه و میتونه در وقایع و در تداوی طولانی مدت انواع و اقسام انتانات ریلپس کننده یا نقص کننده طرق بولی استفاده بشه. خب پس بحث امروز ما و شما آنتیسپتیکا و دزنفکتانت ها شد که دو بخش بودن، آنتیسپتیک های موضعی و آنتیسپتیک های طرق بولی که هر کدام خدمت شما با مزایا و معایب اینا و با چگونگی تأثیر اینا خدمت شما عرض کردم. شما بخش آنتیسپتیک و دزنفکتانت هم از چپتر مطالعه کنین و اگه سوال در ارتباط داشتیم میشه که مطرح کنیم، انشاءالله در اسرع وقت به او پاسخ داده میشه. مواظب خود باشین، خدا نگهدار.